عرض سلام و خوش آمد به شما دوستان عزیز شنونده در این بخش برنامه گفتگو با کارشناسان. صحبت و گفتگوی تقدیمتون خواهد شد با آقای دکتر کاوه کاراندیش، پزشک متخصص بیماری های داخلی با تخصص در زیباسازی بدن به خصوص صورت و گردن بدون برش یا با حداقل برش در بافت‌های بدن. ایشون اسیستنت پروفسور و محقق سابق دانشگاه میامی هستند، مدیریت پزشکی چندین کلینیک در جنوب فلوریدا، آریزونا و کالیفرنیا را در 10 سال گذشته عهده‌دار بودند. پیانیست هستند با مدرک آهنگسازی در رشته موسیقی و هر چند گاهی در آمریکا یا خارج از اون برنامه‌ها و اجراهای استثنایی دارند و بخش کوتاهی که از موسیقی در آغاز برنامه شنیدید از کارهای خود آقای دکتر کاوه کاراندیش بود و برای انجام کلیه امور زیبایی، تزریق بوتاکس، انواع فیلرها، کشیدن پوست بدون جراحی، انجام لیزر برای از بین بردن چین و چروک و موهای زائد بدن، انجام استم سل، انجام اندولیفت و همچنین بهره‌گیری از برنامه‌های ویژه برای کاهش وزن میتونید با PCH MedSpa در نیوپورت بیچ تماس بگیرید. تلفن 949-242-9166 و وبسایت PCHMedSpa.com در خدمت اختیارتونه برای بهره‌گیری از مشاوره اولیه رایگان. آقای دکتر کاوه کاراندیش، در سلام دارم خدمت، خوش آمدید به برنامه امروز ما. سلام عرض میکنم خانم اردن، خیلی خوشحال هستم در خدمتون هستم. به به، خیلی لطف کردید، دعوت رو پذیرفتید. به نظر میاد کسی که زیبایی و هنر رو درک میکنه، ازش لذت میبره و باش آشنایی داره، در بخش‌های گوناگون زندگیش موفق‌تره، به خصوص شما که با آشنایی و توان خودتون در زمینه موسیقی میتونید بهترین‌ها رو در زمینه زیباتر سازی چهره و اندام ارائه کنید. برامون بفرمایید که نزدیک فصل تابستان و آماده شدن برای خوشامدگویی به گرما، توصیه‌ای که برای درمان سلولیت برای افراد دارید چی هست آقای دکتر کاراندیش؟ خواهش میکنم. خیلی دوست دارید عزیزم، سلولیت یک مشکلی است که بسیاری از بانوان عزیز دچارش میشن و بسیار کامن هست و بیشتر میدونید اون قیافه مثل حالت کاتج چیز هست که روی قسمت ران و باستن افراد ایجاد میشه و فقط توی اون قسمت هاست، یعنی فرض کنید روی شکم یا روی شونه، جای دیگه هیچ وقت نمیاد، که یکی از عجایب پزشکی هست. و کلن سلولیت درمانش مشکل هست، متوجه هستید، یعنی باید از چند تا مودالیتی مختلف ایجاد بشه، استفاده بشه که اینو بتونن بهتر کنن. دلیلش هم اینه که در وهله اول چی باعث سلولیت میشه؟ سلولیت در واقع یک آنارشی و یک هرج و مرج پوستی هست که کلاژن به صورت کیاتیک شروع میکنه، این کلاژن بندها چپ و راست در واقع رشد میکنن و میان به سمت پوست و قسمت سطحی پوست رو میکشن تو
و باعث اون اپیرنسی میشن که همه ما شنا هستیم. و دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلیش واقعا هورمونی هست، یعنی افرادی که هورمون بالانس بادیشون خیلی خوب نیست، یعنی استروژنشون خیلی بالا هست و این استروژن پیک و تراف زیاد بالا پایین زیاد میشه، متوجه این خیلی از دلایل عمده هست. دلایل دیگه خب بستگی داره به گردش خون، بستگی داره به جنس پوست، به تغذیه، به مقدار ورزشی که طرف در طول روز انجام میده. به خاطر این اولین کاری که باید کرد توی سلولیت اینه که از زیر پوست ما اون تمام این کانکشن های بد رو از بین ببریم و این کار رو میشه با یه چیزی که به نام کانولا و سابسیژن که از زیر پوست ما میریم و نام میکنیم، بیهست میکنیم و اون کانکشن ها رو از بین میبریم. و همچنین میشه با جدیدن البته با اندولیفت لیزر، یعنی اندولیفت لیزری هست که از کشور ایتالیا میاد، بسیار جدید هست، حدود 20 تا 25 تا کلینیک بیشتر توی آمریکا ندارن این لیزر. یک فایبر بهش وصل میشه مثل ماکارونی، مثل انجل هر پاستا، بسیار بسیار نازک و این فایبر از نوکش لیزر در واقع تشعشع پیدا میکنه. این رو ما نام میکنیم، قسمت زیر پوست رو بیهس میکنیم و این لیزر رو، فایبر رو زیر پوست میکنیم و با این میتونیم اون کانکشن ها رو ببریم و از بین ببریم و بعد میمونه اون قسمت سطحی پوست. خب سطحی پوست رو با یک دستگاه دیگه به نام مورفیس یا یک نوع لیزر دیگه که بهش میگیم کول لیزر که از کشور آلمان میاد، این سطح پوست رو ما صاف میکنیم و رجوبنیت میکنیم و بعد دوستان هر هفته تشریف میارن چند تا کار انجام میدن هر هفته. یکیش رد لایت تراپی هست که ما برای 30 دقیقه دوستان زیر رد لایت تراپی ماشین به اصطلاح تریتمنت میگیرن و بعد شاک تراپی، یک دستگاهی هست که مثل یک پیستون ضربه میزنه به سطح پوست که در اون قسمتی که سلولیت بوده جریان خون و جریان لنفاوی رو بیشتر میکنه. و سومیش هم یک تونینگ ماشین هست، یعنی این حقیقت شو بخواید بیشتر کلینیک ها با سلولیت نتیجه خوبی نمیگیرن و هیچکی بیفور افتر خوب خیلی کم پیش میاد توی اینستاگرام و سوشال میدیا که بگردید. منتها این مدالیتی ها رو من همه خودم طبق تجربه شخصی و بک‌گراند داخلی اینترنال مدیسین گذاشتم کنار هم. اون تونینگ باز کمک میکنه که ماچه ها رو منقبض میکنه برای 25 دقیقه و قسمت باسن رون هر قسمتی باشه این جریان خون رو زیاد میکنه، ماچه ها رو یه مقدار قوی تر میکنه. بعد مهمتر از همه اینا اینه که ما به دوستان توصیه کنیم چیکار کنن که هورمون‌های بدنشون مقدار بالانس بشه، به خصوص استروژن که عرض کردم. یک کرمی ما استفاده میکنیم تو قسمت هایی که هست. چیکار میکنه این کرم؟ تبدیل تستاسترون به استروژن رو کم میکنه، چون میدونید همه آقایون که البته تستاسترون دارن، خانوم هم دارن مقدار کمتر و این یک هورمونی است به نام آروماتیز که تستاسترون رو تبدیل میکنه به استروژن. در قسمت موضعی در اون قسمت که سلولیت بوده این کرم رو استفاده میکنن که باز استروژن اون قسمت رو کمتر میکنه. دایت که چی کار، چه تغذیه و برنامه ورزشی. بنابراین یک کامپرهنسیو پروگرام هست که I'm very proud of it، چون که جایی من سراغ دارم که به این کاملی همه رو بذارین کنارم. بله 3 ماه 4 ماه ما باید با هم کار کنیم. هر کاری که شما بیاید اینجا غیر از مثلا فیلر و بوتاکس و این صحبت ها، ما یک پروگرام 3 ماهه به شما میدیم و we guarantee results، یعنی اگه شما نتیجه نگیرید، نتیجه البته باید به قول معروف کلمش چی هست، یعنی expected results عقلانی و reasonable باشه. آره اگه اینو نگیرین ما پول رو بهتون پس میدیم، چون که ما اصلا ما یک پروگرامی ریسرچ پروگرامی هم داریم که
در واقع خیلی از این دستگاه ها لیزر ها اینا به ما کمک میکنن که ما در طول 3 ماه 4 ماه در واقع پیشرفتی که مریض ها در چیزهای مختلف میبینن رو بهشون ارائه بدیم و ما رو ساپورت میکنن. به خاطر این ما توی بیشتر کارامون میگیم که ریزالت گرنت مونتا باید 3-4 ماه صبور باشید، تشریف بیارید این تریتمنت ها رو بکنیم و این قسمت برنامه سلولیت ما هست. عالی، هم در مورد به وجود آمدنش، هم شیوه های گوناگون کنترل و از بین بردنش. آقای دکتر کاوه کاراندیش، پزشک متخصص بیماری های داخلی با تخصص در زیباسازی بدن، صورت و گردن توضیحات دادند. عزیزانی که مایل به بهره گیری از مشاوره اولیه رایگان و دریافت نتیجه‌ای که معقول باشه و اگر که این من نتیجه رو دریافت نکردید، هزینه که پرداخت کردید و به شما بازپس خواهند داد، علاقمندان میتونند با PCH MedSpa در نیوپورت بیچ آقای دکتر کاوه کاراندیش از طریق تلفن 949-242-91-66 949-242-91-66 تماس بگیرند، تعیین وقت ملاقات بفرمایند. وبسایت pchmedspa.com میتونه اطلاعات کاملتر در اختیار دوستان علاقمند قرار بده در زمینه فعالیت هایی که انجام میشه و امکاناتی که میتونه در اختیار مراجع کنندگان قرار بگیره. بریم به سراغ مشکل رایج دیگری آقای دکتر کاراندیش، روش صورت و جاش که میمونه و نحوه از بین بردن این اثرات. خواهش میکنم. جوش صورت هم خب میدونید خیلی کامن هست، بیشتر جوونا مبتلا میشن بهش و اون تریتمنت خیلی راحت تری هست. یعنی خود اکنی تریتمنت معمولا با یک نوع لیزر به نام IPL لیزر، عرض کنم با یک دایت، یک سری تاپیکال آپشن، یک تریتمنتی به نام PRF که پلازمای خودتون رو تزریق میکنیم برای صورت و انتای انفلامتوری دایت، یعنی تغذیه‌ای که اینفلامیشن شما رو کم میکنه. میدونید که آکنی خب جوش خیلی دوستان بیشتر باهاش آشنا هستن تا یک پدیده مثل سلولی. جوش یک کامبینیشنی هست از هورمون و اون باکتریایی که در پوست وجود داره و میزان چربی یا خشکی پوست، که این سه تا عامل باعث میشه که یه طرف باعث جوش دادن بشه در صورتش و خب این خیلی قابل کنترل هست. البته باز اون هم نیاز داره به در وهله اول ادویکیشن، یعنی ما برای این پروگرام یا چیزی که قبلا یا مثلا فرق کنید هر لاس با مریض رو ادویکیت میکنیم، یعنی حدود حداقل 20 دقیقه صحبت میکنیم که چرا این اتفاق میفته، چون اون در دراز مدت بیشتر از همه چیز به مریض کمک خواهد کرد. اکنی اسکار یه مقدار مشکل تر هست. اکنی اسکار هم خواهر کوچیک سلولیت میشه، چرا که این هم باز در واقع مثل یک ولکینو هست که بعد از اینکه ایرابت کرده میکشه پایین، یعنی سطح پوست رو این بند کلاژن بندی که زیر پوست هست میکشه و اون تصور شکل اکنی اسکار ایجاد میشه که 3-4 نوع مختلف داره و یه مقدار تریتمنت مشکل تری هست، ولی خب ما ساکسس ریتمون خیلی زیاد بوده حتی قبل از اینکه اندولیس لیزر رو بیاریم، یعنی کامبینیشن پلازما تریتمنت، عرض کنم سابسیژن، RF مایکرونیدلینگ، دستگاهی مثل سیکرت RF یا مورفیس RF و البته یک سری اسکین پرادکت که کلاژن سازی رو بیشتر میکنن و یک چیز دیگه به نام PDO ثرد که خب من در سطح خیلی زیاد انجام میدم، این رو ترینر این PDO ثرد هستم که یک ورژنی داره که مثل سوزنهای اکوپانکچر هست،
خیلی کوچیکتر هست، جنسش باز پیدیو هست، یک کمیکالی هست که کلاژن سازی میکنه، جریان خون رو هم زیاد میکنه. اینا رو هم ما میکاریم تو قسمت اکنی سکار. باز مریض توی این کیس ما یک بار تشریف میارن و این تریتمنت رو باز ما دو سه بار تکرار میکنیم. البته LED لایت اگه در خون داشته باشن که خب کمکشون میکنه، اگه نه باز میتونن هفته یک بار بیان و این رو به صورت پکیج همه این LED لایت اینا رو کامپلیمنتری میگیرن. ساکسس ریتمون خیلی خوب بوده خانم اردلان، ولی باز با این اندولیف لیزر چون ما قبلا سوار نمیدونم حالا تویوتا کمری یا مرسیدس مثلا بودیم، الان سوار فراری هست. واقعا این یک نور قرمز زیر پوست که مثلا همین الان یک کیس تموم کردم و واقعا هیچ دستگاهی رو من سراغ ندارم که شیفته این دستگاه من، به طوری که ماه دیگه دارم میرم ایتالیا که ترینینگ بیشتر بگیرم با کسایی که دیگه اسمای معروف هستن و این با فایبری که داره میتونیم بریم زیر پوست و اون سابسیژن رو خیلی خیلی مؤثرتر و علاوه بر اینکه سابسیژن میکنیم، یک پدیده هست به نام فوتو مودولیشن، یعنی نور لیزری که به صورت مستقیم میزنه باعث کلاژن سازی بیشتر میشه، خیلی مؤثرتر از دستگاه های دیگه و این هم اکنی اسکار میشه. درود به شما. به آقای دکتر کاوه کارندیش گوش میکنید برای بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه هایی که در PCH MedSpa در نیوپورت بیچ به مدیریت ایشون جمع آوری شده و انجام بوتاکس، فیلر، کشیدن پوست بدون جراحی، لیزرها برای از بین بردن چین و چروک، موهای زائد بدن، استم سل، اندولیف و همچنین کاهش وزن. از مشاوره اولیه رایگان بهره مند بشید با تلفن 949-242-9166 تماس بگیرید و یا به وبسایت pchmedspa.com سری بذارید. ما در دو دقیقه که باقی مونده میخواییم خواهش کنیم که اگر ممکنه در مورد پیوند مو یا هر رستوریشن هم برامون توضیح بدید. خواهش میکنم. هر رستوریشن هم که در واقع دوستانی که موهاشون داره شروع میکنه به تنینگ و ضعیف شدن و در مراحل اولیه ریزش هستن، اون بهترین موقع است که بیان. وقتی که دیگه مو از دست رفته و یه قسمتی بالدنس شده نام دیس تو لیت، یعنی اونو باید برن برای هر ترانسپلنت. خب قبل از اون که مو شروع میکنه به ضعیف شدن و تینینگ به اصطلاح، این رو تشریف میارن، باز ما اون قسمت ایژوکیشن و دایت و ساپلمنت و همه اینا رو انجام میدیم براشون و پلازما تریتمنت که خب خیلی دوستان آشنا هستن به نام PRP میشناسن. اون PRP قدیمی شده، PRF ما انجام میدیم که 100% طبیعی هست و بازدهیش بهتر هست. بعد این رو اضافه میکنیم با یک پروداکت جدیدی که سینتتیک هست و به نام اگزوزوم، که این مثل یک پیامبر هست بین استمسل های شما در بدن و این رو در ایست کوست آمریکا استفاده کردن. اگزوزوم رو مثلا در 10 سال پیش شاید برای ووند هیلینگ و برن و برای در واقع برای سوختگی اونها استفاده میکردن، نتیجهش خیلی خوب بود، بعد وارد کازمتیک شد و برای مو بی نهایت خوب اثر میکنه. FDA approved تریتمنتش در واقع topical application هست که این رو ما با درما رولر به مریضا ایژوکیت میکنیم که در خونه انجام بدن، یه مقدارش هم خودمون اپلای میکنیم برشون و بعد اونم به همین ترکیب هست، هر 2 هفته یا 4 هفته تشریف میارن و یک پروگرام 3-4 ماهه هست و 30-40% هر رستوریشن اگه اتفاق بیفته دست بست پرکتیس که شما تو بیورلی هیلز و میامی بیچ هر جا که بهترین اسپا هستن، البته نیوپورت بیچ ما نه ولی بقیه، این به شما گارانتی میدن که 30-40% بهتر بشه که بنابراین کار مشکلی هست که نتیجه خوب بگیرید، متوجه این. ولی بعدش باز این ایژوکیشنی که دارن، یه سری
لایف استایل مودیفیکیشن هایی که انجام میدن یا انجام نمیدن، این باعث میشه که در طول مدت کمک بکنه به مریض که یه مقدار کمک بکنه به هیر رستوریشنش خودش در کاری که میکنه بعد از تریتمنت. در اون مشاوره اولیه رایگان آقای دکتر کاوه کارندیش با در نظر گرفتن تمام شرایط شما، اون چه که میتونه به نفع صلاحتون باشه برای دستیابی به صورت ظاهر ایدالتون قرار خواهند داد. کافیه با 949-242-9166 و وبسایت pchmedspa.com تماس بگیرید و تعیین وقت بفرمایید. آقای دکتر کارندیش، با تشکر از لطف و حضورتون در برنامه امروز. خیلی متشکرم از دعوت و صحبتاتون. مرسی.